عامل اصلی وحشت رژیم. در یه چنین شرایطی در واقع چیزی ندارن برای گفتن جز این که یک در واقع موضع گیری جدیدی رو انجام بدن که من معتقدم که حتما تحریک صهیونیست ها نقش اساسی در این قضیه داره و لابی مزدورانی مثل منافقین که دائما توی این پارلمان اروپا میچرخند و در واقع حضور دارند و تأثیر گذارند بر افکار نمایندگان ملت‌های اروپایی در این پارلمان. بنابراین اینها مطالبی است که سازمان منافقین و موساد جمع‌آوری کردند. اینا رو بارها ما از این مراکز سخن پراکن علیه جمهوری اسلامی ایران شنیدیم، جمع‌آوری شده و شده قطعنامه پارلمان اروپا. وزارت خارجه باید صرفاً کسانی از مقامات اروپا را که ادب سیاسی را رعایت کرده و در چارچوب ضوابط جمهوری اسلامی علاقمند به دیدار هستند آنان را راهنمایی کند و اغلای آنان که گاه صدای آنان شنیده می شود در منافع مشترک نیک بیندیشند و بدانند ترس از تهی شدگی را با همکاری ثمربخش با دیگران می توانند ترمیم کنند، نه در گستاخی. شاید بر این ادعای گردن کشی های اخیر شاهد بر این ادعا گردن کشی های اخیر قرد در ماجرای هسته‌ای و مسببه پارلمان اروپا و وادادگی برخی از ما باشد. یک حرف های ناپسندی زدم که نشان از کشفهمی و بدفهمی اونها میدهد و شاید هم عده اونها رو فریب دادن که توی یک مسیر غلطی بیفتن. کیهان، ارگان خامنه‌ای، یادداشت روز. بیم آن میرود که عدم واکنش مناسب به این قطعنامه و رفتارهای خیال پردازانه اتحادیه اروپا به سکوت به دلیل نیاز به آنها تبدیل شود. منطق نظام اسلامی قابل قیاس با رفتارهای متعارف دیپلماتیک و بیان عباراتی مثل رفتار غیرمسئولانه طرف اروپایی یا غیر قابل پذیرش بودن قطعنامه که از سوی برخی مقامات رسمی بیان می شود نبوده و نیازمند اقدامی قاطع و عملی است. کیهان، ارگان خامنه ای. ظریف با کدام توجیه سر این میز شام حاضر می شود؟ ظریف در واکنش به بیانیه گستاخانه مذکور صرفاً گفته بود این بیانیه واجد تحریم جدید نیست. با این اوصاف باید از ظریف و وزارت امور خارجه پرسید آیا مانعی که باعث لغو ضیافت شام کذایی با خانم اشتون شد اکنون برطرف شده یا رو به تشدید گذاشته؟ و توقع این بوده که وزارت امور خارجه موضع قاطعی حتی در روند مذاکرات اتخاذ کند؟ ارگان بسیج ضد مردمی جوان. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که رویکرد دولت 11 علت این گستاخی ها شده است، ولی علت را باید کمی قبل تر از آن بررسی کرد و سپس به دولت 11 رسید. با به قدرت رسیدن هاشمی رفسنجانی و حضور وی در رأس قوه مجریه، این مرحله از تاریخ سیاسی نظام با ساختار شکنی و عبور از خطوط قرمز، ترویج تسامح و تساهل و اباحیگری، ارتباط گسترده با محافل بیگانه و عقب نشینی از مواضع مورد تأکید رهبری و مردم در مسئله هسته‌ای صورت گرفت. گیلوغال در مورد قطعنامه اخیر پارلمان اروپا همچنان در رژیم ادامه داره. تمام رسانه‌ها و دستگاه تبلیغاتی تحت کنترل باند ولی فقیه از رادیو تلویزیون تا نمایش های جمعه و آخوندهای تحت امرش در حوزه و تا نمایندگان همین باند در مجلس با شدت به جیغ و فریاد علیه اون مشغولن. به وضوح میشه مشاهده کرد که این قطعنامه شکاف های درون رژیم رو عمیق‌تر کرده و دو باند حاکم رو بیش از گذشته به جون هم انداخته. باند ولی فقیه گناه این قطعنامه و لحن تند و تحقیرآمیزش رو به گردن باند رفسنجانی روحانی میندازه و به خصوص علت اون رو کوتاه اومدن و کرنش تیم مذاکره کننده هسته‌ای میدونه. کیهان خامنه‌ای بدون ذکر نام ظریف به طور محتاطانه عبارات او رو در قبال این قطعنامه مانند رفتار غیر مسئولانه طرف اروپایی یا
غیر قابل پذیرش بودن قطعنامه مورد طعنه قرار داده و خاطر نشان کرده که غربی ها از این لحن و این بیان نیاز رژیم رو نتیجه می گیرن، در حالی که نیاز به اقدامی قاطع و عملیه. کیهان تو همین مقالش منظورش رو از اقدام قاطع و عملی مشخص نمی کنه، اما توی مقاله دیگه ای از ظریف خواسته که ضیافت شام خودش با خانم اشتون رو به هم بزنه. همین. اما بعضی نماینده ها توی مجلس ارتجا تندتر تاختن و خواستار این شدن که دولت روحانی و تیم مذاکره کننده در جواب این قطعنامه مذاکرات هسته‌ای رو ترک کنه. محمد حسن آصفری عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجا از پیشنهاد تعدادی از نمایندگان در جلسه علنی امروز یعنی 17 فروردین مجلس برای توقف مذاکرات هسته‌ای خبر داده. نقوی حسینی سخنگوی همین کمیسیون یعنی کمیسیون امنیت در گفتگوی با تلویزیون آخوندها گفت ای کاش هیئت دیپلماتیک ما بلافاصله بعد از این قطعنامه مذاکرات را ترک میکرد. البته این حرفا به قول معروف پارس کردن خوابیده است و اونها رو بایستی برای مصرف داخلی تلقی کرد، چرا که همین فرد دیروز توی یک میزگر در تلویزیون رژیم مدعی شد که هدف از این قطعنامه اخلال در مذاکرات بوده و تصریح کرد که کشورهای غربی فکر میکردن که جمهوری اسلامی ایران در نشستهای کارشناسی میز مذاکره را ترک خواهد کرد، اما اینگونه نشد. یعنی از یک طرف میگه که واکنش درست تیم مذاکره کننده این بوده که باید میز مذاکره را ترک میکرد، اما از طرف دیگه میگه این توطئه و ادام غربی ها بوده که ما مذاکرات را ترک کنیم. خب این پرت و پلاگویی ها که خاص همین فرد هم نیست، علی لاریجانی رو واداشت که در جواب به این قبیل رجزخونی ها بگه که واکنش به هر اتفاقی در دیپلماسی سیاسی باید متناسب با ابعاد و اهمیت آن رویداد باشد. اما در ورای ژست ها و پرت و پلاگویی های سردمدار های رژیم یک وحشت عمیق و البته غیرقابل کتمان تو اون موج میزنه. اون هم وحشت شدید از مورد ضربه قرار گرفتن شیشه عمر رژیم یا اعدام و سرکوب روزانه و مستمره، چیزی که رژیم اون رو با کد حقوق بشر بیان میکنه و سعی میکنه که با دجالگری خاص خودش اون رو به عنوان یک اصل و ارزش مقدس جلوه بده. اما بازم جای یک سوال هست که یک قطعنامه چرا بایستی رژیم رو این چنین دچار وحشت کنه؟ پاسخ این سوال رو خود مهره‌ها و سردمدارهای رژیم در خلال داد و قال‌های خودشون به روشنی دادن. مثلا بروجردی رئیس کمیسیون مجلس ارتجا توی میزگر تلویزیونی خودش روز 16 فروردین با اذعان به اعتبار بین المللی مجاهدین وحشت رژیم رو با این جمله بروز میده و میگه که مجاهدین تأثیر گذارند بر افکار نمایندگان ملت‌های اروپایی در این پارلمان. توی همون برنامه نقوی حسینی این قطعنامه رو حاصل جمع حرف‌های مجاهدین علیه نظام قلمداد کرده. علی لاریجانی رئیس مجلس هم بدون ذکر صریح از نام مجاهدین همین معنا رو بیان میکنه و در توجیه قطعنامه پارلمان اروپا میگه اینها را فریب دادن که در یک مسیر غلطی بیفتند. بله، رژیم در پشت این قطعنامه نقش مجاهدین و دست مقاومت ایران رو میبینه. نام مجاهدین هم که هر جا به میان بیاد معنی و پیام مشخص داره و اون هم پیام سرنگونیه و این همون چیزی که رژیم رو در تمامیتش میلرزونه و دچار رعشه میکنه. اما این همه وحشت زدگی و اینکه جیغ‌های وحشت رژیم بلاوقفه ادامه داره و قطع نمیشه از یک واقعیت دیگه هم خبر میده و اون شدت بحران گریبانگیر رژیمه. قطعنامه پارلمان اروپا از اونجا که بندی از اون ناظر به تأسیس دفتر در تهرانه در یک شرایط به نسبه عادی مثلا یک سال پیش و در وانفسای ترد و انزوای بین المللی رژیم میتونست موهبتی برای رژیم باشه، اما اینکه اینطور اون رو سراپا به لرزه و رعشه دوچار کرده تنها با وضعیت یک بیمار زهر خورده و مشرف به موتی قابل مقایسه است که زهر تمام اندامهای داخلیش رو متلاشی کرده و تا به تحمل هیچ دارویی حتی یک جرعه آب رو هم نداره.